این یه نامه سرگشاده است برای دوستان زرتشتی، خصوصا مشخصا دوستان زرتشتی مقیم آمریکای شمالی. بین این دوستان یه آپشنی آدمای بین میشه گفت 17 سال تا 27 سال یه آپشنی تو زندگی تو آمریکای شمالی دارن که این آپشن یه آپشن خیلی، حالا توضیح میدم که چرا خیلی آپشن خوبی به نظر میاد برای آدمای محدوده سنی 17 تا 27 سال. این محدوده سنی یه آپشن خوبی تو آمریکای شمالی دارن برای کسب، برای پیدا کردن راه بهتر در زندگی. Let's put it that way. برای پیدا کردن راه بهتر برای زندگی، هم زندگی خودشون هم زندگی اطرافیانشون، یه راه یا آپشن خوبش یا هستش، اسمش هست پیس کور. این یک چیزیه که در آمریکای شمالی وجود داره و فکر میکنم به اندازه کافی دوستان زرتشتی در کل ایرانی ها و در خصوص دوستان زرتشتی زیاد توجه بهش نمی کنن. این یه آپشن خیلی خوبه، حالا توضیح میدم چرا آپشن خیلی خوبه برای، حالا پیسکور چیه؟ پیسکور یه حالت دو سال ماموریت خارج از آمریکاست برای اینی که به مردم محلی کمک بشه. یه سری جوان و اینا میگیرن، به مدت چند ماه آموزششون میدن، بعد به مدت دو سال ازشون امضا میگیرن که به مدت دو سال باید بریم مثلا اینجا مثلا والانتیر بدون درآمد کار کنی که کار خیلی شقی ازشون نمیخوان. در حد مثلا میتونی آموزش انگلیسی بدی به محلیا به عنوان زبان دوم، بعد میتونی کمک کنی در ساخت، در حد توان بچه ها ازشون کمک میگیرن که میتونی در ساخت مدرسه و فلان و اینا به محلیا کمک کنی. حالا این محلیا کی هن؟ تو آمریکای مرکزی هن، تو آمریکای جنوبی هن، تو آفریقا هن، تو آسیان، هر جایی که کمک نیاز باشه از این قبیل، هم کمک یدی، کمک فیزیکی، هم کمک فکری به محلی ها کمک باشه، از این والانتیر های پیسکور صدا میکنن، آموزش میدن و میبرن در محل به مدت حالا دو سال، یا در یک محل دو سال میمونن یا مثلا چند بار در طول دو سال جاشون عوض میشه. That's beside the point. این کار پیسکور، دو سال هم که تمام شد تمام، میای پی کار تو، خداحافظ، خدا نگهدار، میای پی کار. دو تا چیز هستش، یکی این که برای شما مجانیه، یعنی بچه‌هاتون این دو سالو با خرج پیسکور که حالا یه سری دونشنای دولتی داره و غیر دولتی داره، whatever، این مؤسسه آمریکاییه، این مؤسسه مال آمریکای شمالیه، پیسکور. حالا من لینک پیسکور رو توی کامنت های خودم میذارم، تو اون زیر سکشنش تو کامنت هاش میذارم، اون لینک رو شما میتونین کلیک کنین و مستقیما میبردتون به وبسایت پیسکور. و موضوع اینه که اولا که برای ورود بهش مجانیه، امضا میکنین میگه آقا من حاضرم وقتمو به صورت مجانی در اختیار شما بذارم، هر جو کار به دردتون خورد منو بفرستین، رایت، با توجه به توانایی هام، اطلاعاتی که دارم، توانایی که دارم، بلا 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 بلا. ولی منظور اینه که و یک، ورودش مجانیه، دو، در تمام مدت که این شخص با اوناست خوراک و پوشاک، خوراک و کمی پوشاک و ولی بیشتر خوراک و منزل با پیسکوره، یعنی خرجشو اونا میدن، یعنی و یه حالا پول تو جیبی به بچه ها میدن یا نه، ولی معمولش اینه که خب شما والانتیری، پول تو جیبت نمیره و وقت تو اونجا داری مجانی در اختیار کمک کردن به دیگران میذاری. اوکی، دیگرانی که خیلی عقبن تو جهان سوم و
دارگوز آبادن. Anyway این پیسکور خیلی خوبه برای بچه ها در اون سن 17 تا 27 سال. چرا؟ به خاطر اینکه یک در کل خب ایده خوبه، پای این بچه هاتون قشنگ میشینه رو زمین. یعنی اگه میبینین فرزند 30 ساله ای 25 ساله ای 40 ساله ای 45 ساله ای هستش که خیلی بچه است هنوز از لحاظ چیزی، تو پرقو بزرگ شده، هرچی خواسته بهش دادن، بعد مثلا زیر همه چی هم خانواده هم اذیت میکنه و فلان میکنه و هزار اذیت سر خانواده هم میاره، جوری که خواهر ما آورد. ببینین این سیستم، ورود به همچین سیستمی که خیلی شرایط ناگواری میبینی، حداقل ناظری، حالا چه کاری از دستت بر بیاد بر نیاد، شما که اون مطرح نیست. موضوع اینه که دونستن شرایط ناگوار بقیه جای دنیا، خیلی جای دنیایی که اوضاعشون ثبات نداشتن، حالا به دلیل جنگ یا هر چیز دیگه ای، شما اون بچه هاتون اون مناظر رو دیدن برای اون دو سال، یه مقدار وقتی برمیگردن خونه پاشون قشنگ میشینه رو زمین. یعنی دیگه بچه بازی و چونده بازی و فلان و این مایندست بیشتر جمع کنم بیشتر جمع کنم باید بتونم چیز کنم، یه مقدار اون کم میشه تو بچه هاتون، به خاطر اینکه خیلی چیزای بدترین و فقیرترین رو دیده چه شکلیه، در اینچه یه خاطره تو ذهنش هست برای بقیه زندگیش که بد میتونه چقدر بد باشه، یه مقدار خیلی ریالستیک میکنه فرزندتون رو، خیلی with foot firmly in reality، که خب ندیدن اون ندیدن اون مسائل ناگوار یه مقدار ممکنه شخص و نادان بار بیاره که چقدر وضعش خوبه و اذیت نکنه اطرافیان و خانواده رو، خودش رو، سر مسائل بی مقدار، خصوصا پول. این که یک، این یه خوبیش اینه فرزند شما خیلی ریالستیک برخواهد گشت. دو منافع دیگه هم که داشت که خرجشو پیسکور میده و در ضمن ورود به پیسکور هم مجانیه، اونم از مزایاشه. اینم دو که بچه ها رو وقتی برمیگردن خیلی ریالستیک به زندگی نگاه میکنن. حالا مهمترین سه، به نظر من مهمترین دلیل فرستادن بچه هاتون به پیسکور این مورد سه، تشویق کردن بچه هاتون برفتن به پیسکور و اینکه بچه هاتون خودشون باید بخوان که برن به پیسکور، به این دلیل، دلیل سه مهمترین دلیل. ببینین نگاه کنین ببینین چی میره به پیسکور. تا حالا شاید شما به گوشتون مطمئنا نخورده چون جزء طبقه اجتماعی شما نیست. چجوری منظورم اینه؟ منظورم اینه که اولا این پیسکور بانیش جان اف کندیه، بانی پیسکور کسی که پایه اول پیسکور رو گذاشت جان اف کندیه. جان اف کندی هم همه با تمام ایرادایی که داشت واقع‌گرا بود، تو جنگ بود، خودش افسر بود و واقعا هم جنگ دیده بود، به عنوان افسر افکان نیرو دریایی و فلان و اینا سختی کشیده بود، کشته نشده بود ولی سختی کشیده بود، سختی های جنگ رو دیده بود تا یه مقداری و زیاد به قول امریکایی گانهو نبود که وارد جنگ با کوبا بشه، وارد جنگ با شوروی بشه،
گانهو نبود. از همه این پرزیدنت ها خیلی واقع‌گراتر بود جان اف کندی، به خاطر اینکه سختی های ناگواری های جنگ رو دیده بود. حالا این ارگانیزیشن پیس کور رو راه انداخته به همراه نمیدونم دامادش و یکی دیگه بلا بلا بلا، این راه انداخته بودن و هنوز هست. و به نظر من دلیل اصلی که شما باید بخواین بچه هاتون رو بفرستین به همچین ارگانیزیشنی اینه و بچه هاتون باید بخوان برن. ببینین اینجوری نگاه کنین به جریان که اینجوری نگاه کنین که توی جامعه خیلی پولی کانسومر کپیتالیسم، مصرفگرایی خیلی سرمایه‌داری شدیدی که توی آمریکای شمالی هست و بقیه دنیا با تشکر از جنگ سرد بقیه دنیا هم شد کپیتالیست از جمله چین. سو موضوع اینه که شما نگاه کنیم ببینین چی میره، چی میخواد اصلا بره تو همچین ارگانیزیشنی. آیا تو این محیطی که ما بزرگ شدیم و همه از اینا 14 سالگی یارو داره فکر میکنه که چجوری میتونم میلیونر بشم، از 14 سالگی یارو داره نگاه میکنه آقا من چجوری میتونم میلیونر بشم، به خاطر اینکه خب کپیتالیسم and it's not like آقا من چجوری میتونم برای جامعه مثبت باشم، that's not important، چجور میتونم، مهم نیست واسه شون کپیتالیسم، به خاطر این کپیتالیسم واسه شون مهم نیست. سو از 14 سالگی اگه شما فکرت اینه که من چجوری میتونم میلیونر بشم، که بچه هایی که تو این جامعه بزرگ دارن میشن اینطور هستن، بچه هایی که تو جامعه آمریکای شمالی دارن بزرگ میشن بچه هایی هستن که داره میگه آقا من چجوری میتونم زودتر میلیونر بشم، از 10 سالگی و از بتمن گرفته تا آیرون من همه این سوپر هیروها ریچن، هیچ کدوم این سوپر هیروها چیز نیستن، پلامر نیست یارو، میفهمی چی میگم، همشون اون اصل کار یا ریچن یا ریچ هستن یا به خاطر قدرت غیر چیز باوری که دارن یه جوری ریچ میشن، اصلا نیاز به پول پیدا نمیکنن. به تمام منظور اینه، اینا با این سوپر هیروها بزرگ میشن، با این آیدول های خیلی احمقانه بزرگ میشن. نتیجه اینه که این بچه ها از سن کم خودشون میخوان میلیونر بشن. اوکی فاین، در نتیجه تو این جامعه وقتی که همه اینجوری بزرگ میشن، کسایی که میخوان پولدار بشن از اولین فرصت استفاده میکنن، میپرن توی بازار کار که مثلا پولدار بشن. اوکی فاین، دمشون گرم. ولی حالا نگاه کنین ببینین که خب کاریه که خیلی از بچه های شما میخوان بکنن یا اوردی کردن، یا اگه تو سنش چه بدونم 14 15 16 سالگی هستن همین الان دارن در فکرشونن که چجوری قرار من میلیونر بشم. اوکی فاین، حالا من تا اون ور قضیه رو نگاه کنیم، کدوم آدما هستن که این احساس تشنگی رو به پول احساس نمیکنن؟ تو سیستم کاپیتالیسمی که ما داریم تنها کسانی که این تشنگی زیاد و به پول احساس نمی کنن اونایی هستن که تو پول بزرگ شدن، اونم نه تو پول جدید مثل چه می دونم خانم بریتنی سپیرز یا پاریس هیلتون، نه تو پول جدید بلکه تو پول قدیمی بزرگ شدن. اینجور آدم ها رفتارشون نسبت به پول خیلی چیزه، ریلکسه، احساس نیاز نمی کنن، نیازی احساس نمی کنن که هرچه زودتر شروع کنن پول در آوردن، چون یه چیزیه که راجبش صحبت نمیشه تو خانوادهشون، چون به اندازه کافی همیشه بوده برای هر کسی که نیاز داشته و راجبش صحبت نمی کنن، راجب پول صحبت نمیشه. بچه های اینها که پول واسه شون مهم نیست،
رایگان کردن واسه شون قابل قبوله. بذار اینجا متوجه ببینم متوجه میشین یا نه. رایگان واسه شون رایگان کردن، این با این ایده ایدئالیسم بزرگ شدن که خب بعد از در همون حول تینیجری متوجه شدن که هرچی خواستن بهشون داده شده، دریافت شده. اگه عقلی تو مغزشون باشه تا 17-18 که میرسن متوجه میشن که خیلی از آدمای دیگه بیشتر بهشون رسیده، privileged اصطلاحا میگن، خیلی بیشتر بهشون رسیده. نتیجه این که اینها بعضی هاشون یه ذره وجدان دارن و مقدار قابل توجهشون یه ذره وجدان دارن و خیلی هاشون میرن تو پیسکور. بچه های این پولدارهایی که تو پول اونقدر داشتن که بزرگ شدن تو پول و تو پول اونقدر دارن و خواهند داشت که این آدم ها یه موقعی در اون سن به سرشون میزنه که خب let me give some back، بیا یه مقدار برگردونم به جامعه. و ممکنه در اون سن واقعا برن به پیسکور، احتمالی زیاده اگه عقلی تو کلشون باشه و یه مقدار پیش خودشون وجدان داشته باشن خواهند رفت به پیسکور. پول دارن، مشکل مالی ندارن، وقت دارن، میخوان برن دنیا رو ببینن. در ضمن وجدانشون هم یه ذره ناراحتی که خیلی در نعمت خیلی زیادی بزرگ شدن، چون وجدانشون یه ذره ناراحته میگن اوکی میام دو سال میریم تو پیسکور اون برای دنیا کمک میکنیم، دختر و پسرشون. و این آدمایی هستش که شما میخواین بچه هاتون باهاشون رفیق بشن. آدمای پولدار قدیمی آمریکایی، کانادایی، نورت امریکا، مکزیکی، آی گس اف دی هاف پیس کور اوور دیر پریتی مچ داوت ایت از نورت امریکن ثینگ. سو دی پوینت از دیس، یو وانت یور چیلدرن تو کام بک. شما میخواین بچه هاتون بعد از 5 سال برگردن به خونه، بعد از 2 سال، ساری پیسکور 2 سال، شما میخواین بچه هاتون بعد از 2 سال برگردن به خونه که در اون 2 سال یه 4-5 تا رفیق تو جامعه پولدار پیدا کردن، رفیق تو اون جامعه ای که تو اون بخشی از جامعه که اونقدر دارن که واسه شون کار کردن بدون درآمد زیاد مهم نیست. اتفاقا یه جوری احساس دارن میکنن دارن جبران میکنن پریویلیجشونو با کار کردن به عنوان مجانی توی یه شد هول دیگه تو دنیا. منظور اینه که شما میخواید از دو جهت رفیق شدن و بچه های شما از سن 17 تا 27 سال با این قشر از جامعه آدم های آمریکای شمالی، رفیق شدن بچه های شما با این قشر خیلی مهمه. قشر پولدارهای قدیمی آمریکای شمالی، این خیلی مهمه به خاطر اینکه تو اگر و اینا هم اون گروهی هستن و دومش اینه که اینا این گروهی هستن که پول دارن ولی متواضعن. همینی که اومدن یه چند سالی یه دو سالی کار مجانی بکنن نشون میده تواضع دارن. وضعیت خودشون دیدن، وضعیت بقیه هم دیدن، تمام مدت تو پرغو بزرگ شدن و حالا میخوان یه چیزی پس بدن به مثلا جامعه اطرافشون، 2 سال میرن پیسکو. بچه های شما اگه بتونن، دوستان زرتشتی، بچه های شما اگه بتونن تو این 2 سال تو پیسکور حتی با 5 تا دونه از اینا رفیق بشن که احتمالش خیلی بالاست. چرا؟ به خاطر اینکه اینا محیط یه مقدار واسه اینا حداقل ناشناسه، محیط مطمئنن امنه، چون جایی که پیسکور میره آدم میفرسته جاهای امنه، اینا رو نمیفرسته جای بجنگن، اینا جای امنه، اینا اسلحه ندارن، یه ارگانیزیشن خیلی چیزیه، بدون تداخل، غیر دولتیه، بذار اینجوری بگم.
و اینا فقط جاهای امن میرن برای کمک به محلیا. یکی این که در نتیجه این پولدارای با پولای قدیمی بچه‌هاشون راحت انتخاب، خیلی هاشون انتخاب میکنن این پیسکو رو برن و این دو سالو بگذرونن. اونایی که عقلشون میرسه، اونایی که یه مقدار تواضع دارن، اونایی که یه مقدار شعور دارن، اگر اگه پول داشتی تمام عمرت دیگه چرا هرس میزنی؟ یه مقدار برو تجربه کسب کن. و اینجور آدم ها، اینجور بچه های این پول دارا میرن به پیسکور. شما فرزندتون اگه بره به پیسکور، بعد از دو سالی که اون در طول دو سالی که اونجاست، کافیه با 5 تا 4 تا 3 تا دونه از این آدم بچه پولدارایی که با پولای قدیمی هستن رفیق برگرده از پیسکو و رابطهشون یه جورایی اینجا ادامه پیدا کنه. مثلا حالت عالیش، حالت خیلی خوبش اینه که خب تو همچین محیطی همسر پیدا کنه بچه هاتون. obviously خب احتمالش خیلی بالاست که نه با محلی های چون ناشور، بلکه با این همپیس کوریایی که توضیح دادم، آدم های فرزندان و آدم های سرشناس هستن. اگه ازدواج صورت بگیره که چه بهتر، اگه ازدواج صورت نگیره حداقل چند تا رفیق ماندگار خواهی داشت، چون با این که امن اون محیط ها، با این حال آدم ها یه مقدار احساس ناامنی می کنن، در اینچه تو اون محیط به هم نزدیکتر میشن. تو محیط پیسکور یه ذره این رفاقتی که تو زیر سختی پیش میاد در مدت طولانی اون باقی میمونه، به خاطر اینکه رفاقتی که از تو زیر تو سختی، تو نگرانی پیش اومده. باز تکرار میکنم، نگرانی جایی نیست، ولی خب موضوع این که برای اینا که از محیط خودشون در سن 17 سالگی، 18 سالگی، 20 سالگی، 24 سالگی از محیط خودشون کندن اومدن یه محیط ناشناس که یه مدرسه بسازن، کمک کنن یه مدرسه بسازن و در ضمن به محلی ها انگلیسی یاد بدن، مثلا کامپیوتر یاد بدن، نمیدونم کودینگ یاد بدن، whatever، در حد سکیل های خودشون. منظور اینه بشینن با محلی شطرنج بازی کنن، یادشون بدن. منظور اینه که ایده خوبه و کسای با کسای آشنا میشی، اولا بعد دیدن اون وضعیت رقتبار اون جاهای خیلی فقیر کره زمین ریالیستیکشون میکنه بچه‌هاتونو و در ضمن همرزماشون کسایی که باهاشون کار پیسکو رو انجام دادن، رابطه با اینها داشتن برای زندگی آینده خیلی خوبه، به خاطر اینکه تعداد زیادی از اینا کسایی هستند تو اجتماع که نیاز مالی ندارن و حاضرن دو سال، چند سال، یه سال، دو سال در اول جوانی خودشون برن تو پیسکور، چون مطمئن باشیم بعد از اینکه برگشتن از پیسکور خانوادهشون به اندازه کافی پول داره که اینا هر جا خواستن میتونن برن تحصیل کنن و پول داره که اینا اگه خواستن تا برگشتن از پیسکور ازدواج کنن خانواده پول داره. نمیشه کرد اگه اینا مثلا نصف این بچه‌هایی که میرن تو پیسکور از خانواده‌های یات دارن، چون که یات خانوادگی دارن، کشتی تفریحی خانوادگی دارن، بعید نمیاد، به خاطر اینکه این کاریه که خودتون رو باید بذارین تو جای یه آدمی که نیاز مالی نداشته، بزرگ شده تو سیستم و هیچ وقت نیاز مالی نداشته، حالا 18 سالشه، یه ذره احساس بدی نسبت به خودش میکنه که با چیز بزرگ شده، با این همه امکانات بزرگ شده. یه تعدادشون به این نشه میرسن برن تو پیسکور پس بدن. به عبارت دیگه بذار اینجوری بگم، آقای جان اف کندی به نظر من پیسکور رو واسه خودش و خانوادهش رو انداخت. اینجور آدم ها، اینم در ضمن میگم آقای جان اف کندی خانوادهش یکی از اونایی بودن که کولاک کردن تو وال استریت و تمام سرمایه چه میدونم 10 جنریشن از تو وال استریت یارو در رو برد ساخت،
پول ساخت تو وال استریت، ولی منظور اینه پدر بزرگشون یا پدرشون anyway، منظور اینه که این که خانواده ای از خانواده ای که خیلی قدرتمنده، خیلی شناخته شده است، خیلی پول داره، خیلی you know، موقعیت اجتماعی داره، بچه های اینا من بعید نمیدونم بچه های خود آقای نواها و نبیره های ندیده های آقای کندی هم خودشون میرن و هم خودشون رفتن، من این احتمالش زیاد میدونم. منظور اینه که از اون قشرن که چون دغدغه مالی ندارن میگن خب دو سال میریم مجانی کار میکنیم، تجربهش خوبه، دنیا رو میبینیم، محیط بقیه رو هم میبینیم، بلا 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 بلا. به نظر من این یک چیز ایدئاله، این یه حالت ایدئاله، یا از توش رومانس در میاد یا از توش دوستی های در طول زندگی، دوستی های خیلی قدیمی از توش در خواهد اومد. منظور اینه که با ارتباط داشتن به این نسل بعدی این خانواده های سرشناس و پولدار آمریکایی، با دمخور بودن با اینها، یک هم به حال خودشون خوب میشه. بذار اینجوری بگم، من اولا که دلیلی که اینا این داستانو دارم میگم به خاطر اینکه چند روز پیش داشتم به یه رفیقی داریم اینجا به نام کرگ داشتم توضیح میدادم که چرا اون و اون باید بچهشو بفرسته به پیسکور، سعی کنه یا تشویق کنه که فرزندش بره به پیسکور، دقیقا واسه اون داشتم توضیح میدادم، به این نتیجه رسیدم و گفتم خب نتیجه رو بیام در اختیار باید دوستان زرتشتی هم بذارم. که ببینین، اگر مثلا تصور کنین که اگه داماد آقای ترامپ یه ایرانی بود، یه زرتشتی بود ساکن آمریکا، خیلی فرق میکرد رابطه این رابطه ایران و آمریکا. اگه نمیدونم پسر اون یکی نمیدونم دامادش فلان یا عروسش ایرانی یا عروسش زرتشتی یا عروسش این یا رفیقش، بابا جلساتی که میرن دور هم میشینن، بچه های مثلا که از سالیان سال هم قبل هم دیگه رو میشناسن، خب بالاخره نگرانی های یک ایرانی هم تو اون جلسه ثبت میشه. نگرانی های ایرانی هم، یه یکی که با یه ایرانی توی تخت داره میخوابه، نگرانی های اون هم به گوش تو اون مجلس ها شنیده میشه که بابا جای جالبیه، جای قشنگیه، با خاک یکسان نشه خوبه، با خاک یکسان نشه خوبه. این داستان اوکراینه دیگه بابا، حالا فرق نمی کنه چی رئیس، وقتی با خاک یکسان بشه که داره میشه به نفع محلی ها نیست، اصلا به نفع محلی ها نیست، کشته نشند، مجروح نشند، حداقل بی خانمان شدن. او فاک، ببینین موضوع اینه که شما بتون، منظور آخر همین حرفا اینه که شما بتونین به صورت خیلی واقعی آدما، بچه های ایران، بچه های زرتشتی بتونن در آینده با کسایی توی جامعه آمریکای شمالی رفیقن، رفیق شدن در طول زمان پیسکور، با کسایی رفیق شدن که نظرشون اهمیت داره، پولای قدیمی هن که توی آمریکای شمالی نظرشون اهمیت داره، نه پولای جدید. نسبت به پولای قدیمی، مثلا پول آقای ترامپ جدیده، نسبت به پولای قدیمی پول خانم بریتنی سپیرز جدیده، پول آقای این آقای اینا جدیده، اون بچه های اینا اونجا نخواهند بود، بچه های اینایی که پولاشون جدیده،
و معمولا هم اینایی که پولاشون جدیده دماغشون رو بالا میگیرن، اونایی که پولاشون قدیمیه سرشون پایینه، اصلا واسه شون اهمیت نداره. بخوام به شما توضیح بدن که هرچی یه عدد خیلی درشتی ماهانه میره تو حسابشون دیگه، حالا واسه شون موضوع این نیستش که بخوام به شما توضیح بدن که این پول چی میشه، خرج میشه. دنچه اینا کسایی هستن که شاید اونایشون که یه ذره وجدان دارن در آخر تینیجرزشون به این نتیجه میرسن که بد نیست بریم پیسکور. اونایشون که یه ذره وجدان دارن و در ضمن یه ذره هم شعور دارن، they're curious، کنجکاو هستن. این پولدارای کنجکاو و با شعور میرن پیسکور. اینا دقیقا همونایی هستن که شما میخواین بچه هاتون باهاشون رفیق بشن بدون منظور، جس رفاقت. ببین قدم اول رفاقت پراکسیمیتیه، باید نزدیک باشی. منتها مشکل اینجاست که شما کی میتونی با بچه های شما کی میتونی با بچه های یک آدم خیلی پولدار نزدیک باشه، رفیق باشه، امکان رفاقتش وجود داره در صورتی که با هم اصلا تماسی داشته باشن، نه تماس اینترنتی، نه تماس چهارشنبه بعد از ظهر میریم فلان بارم دیگر رو میریم، نه میخوای بچه هاتون با این بچه های آدم حسابی های آمریکای شمالی واقعا زیر یه حالت مشکل و سختی باشن یه مدت تو اون کشور جهان سوم که اون محیط باعث میشه که اینا رفاقتشون عمیق بشه. محیط ناگوار، محیط ناگوار، نه ناگوار به معنی خطرناک، بلکه ناگوار به معنی اینکه خب امکانات نیست. اگه مثلا محلی ها آب لوله کشی ندارن ولی شما دارین، بچه فرزند شما یه حالت خیلی مبتدی شو ولی ستیل یه جورایی آب لوله کشی دارن، مثلا آقای این سیستم پیسکور این یه جورایی شده تانکر بیاره بذاره بالای ساختمونشون باتبر، آب لوله کشی خواهند داشت، تیکرشون میکنه. ولی منظور اینه که شما در اون حالت میبینین که این لوکال ها اینا همون هم ندارن، اینا هنوز با سطل آب مصرف میکنن. منظور اینه که فوکس ببینین دوستان، هم از همه نظر این پیسکو رو برای بچه های زرتشتی خوبه بین 17 تا 27 سال، یکی این که برای اول این که مجانیه، دوم این که 2 سال خرجش و خوراک و پوشاک و خوراک و محل زندگی و یه مقدارم پوشاک خود پیسکور بهشون میده، سوم این که یه کمکی به محلی ها میکنن، و چهارم این که آقا با کسایی تو این سیستم آشنا میشن که نیاز مالی نداشتن، به این نتیجه رسیدن که حاضرن 2 سال برن تو پیسکور یه مقدار پس بدن به جامعهشون، یه مقدار وجدانشون یه مقدار ناراحته. با آدم های پولداری که وجدانشون یه ذره ناراحته، آدم های معمولی خیلی شانس رفیق شدنشون بالاست. با آدم های پولداری که به خاطر پولدار بودن یه مقدار وجدانشون ناراحته، راحت تر میشه رفیق شد تا با آدم های پولداری که احساس وجدانشون احساس ناراحتی نمی کنه. معمولا هم اونایی که پول جدید دارن وجدانشون احساس ناراحتی نمی کنه. پولی که به چند نسل رسید، نسل دوم، سوم، چهارم، احساس ناراحتی وجدان دو پیدا خواهند کرد آدم ها، و بچه هاشون میرن به همچین ارگنایزیشن هایی که یه مقدار پیبک بکنن. و خیالتون راحت باشه اگه بچه های شما
هم خونه هستن با بچه های امثال جان اف کندی، شما مطمئن باشین بچه هاتون در امانن، اصلا مشکل چیزی نخواهن داشت، مشکل نگرانیه مثلا جانی و فول مالی و اینا نخواهن، اینا جای خطرناک اینا رو نمیفرستن، اینا رو برای بچه های خودشون رو انداختن و بد نیست بچه های شما برن توی همچین ارگنایزیشن هایی دو سال ثبت نام کنن، دو سال برن توی جای دنیا، هم برای خودشون بهتر میشه، هم برای آیندهشون بهتر میشه، هم برای ایران بهتر میشه، هم کلن بهتر میشه. اگر بچه زرتشتی بتونن همینجور خورده خورده نسل به نسل با اینجور آدم ها توی آمریکای شمالی بیشتر تماس پیدا کنن، بفرستین آقا بچه هاتون رو بفرستین پیسکور، خیلی شانس خوبیه تا با یه قشر خیلی انسان و با شعور که میرن به پیسکور و پولدار مطمئنن، با این قشر آشنا شدن و رفاقت پیدا کردن به قیمت دو سال زندگی میارزه. که و نه اینکه دو سال شما دو سال زندگیتون از دست نمیدین، شما اینجوری حساب کنین که شما تو این دو سال دارین رفاقت پس انداز میکنین که این پس اندازها در آینده زندگی قرار جواب بده، بهره بده. شما اون دو سال دارین پس انداز میکنین که برای چند سال آینده بقیه زندگی این پس اندازه بهره بده، با رفیق پیدا کردن توی این قشری که احساس این تشنگی مالی رو نداره. چرا تشنگی مالی رو نداره؟ بخاطر اینکه اونقدر داره که تشنگی مالی رو نداره.